بود. یا بابا چیه؟ اونم بپرسم اون چیه اینجا؟ شرایط استرالی برامون کیس اومده؟ آپونه بیرونمون کرده الان از صبح اساسمون اینجا درگیر. 25 میلیون پول رهنمون بود، ما 500 می‌دادیم. الان صابونه کرده 35 ما 1 تومن. من خودم درآمدم 1500. بابا جوازم واسهمون چجوری بدم؟ نمیدونم چیکار کنم. کامل متوجه هم چون دقیقاً برای من هم اتفاق افتاد. همه جا همینن. ما هم خودمون مستاجریم، صابخونه یک دفعه گرفت سه برابر کرد. درگیرم با صابخونم، دو ماه حقوقم ندادن. برای من هم همینجوریه به خدا. صابخونه شما هم دو برابر کردن؟ چهار برابر. چهار برابر؟ چند بوده و الان چند شده؟ سه. اما یه تومنی داریم. چقدر درآمدتون داشت؟ من دو تومن درآمد ندارم. یکو 500 در میارم، 500 تا اجاره خونه میگم. یه باید حواسی باشی، یعنی با حواس زندگی کنی، چیز کنی. هر سال بعد بخوام زیاد کنم، ماش کار کنی. سال بعد حقوقت زیاد میشه. اینجا هم کار. چون نمیرید اطراف تهران الان مثلا سمت پرنگ؟ سال دیگه بعد پرنگ کجا باید برم؟ به نظر نمیدونم والله. خواستان خود از شما زیاد کردن؟ نه، هنوز قراره زیاد کنه. به تو بچه یکی من برم، بابا نداره، یکیم به جستیت، یکیم بیمارستان روز به خوابیه. حالا ما باید بیان اصلا میدیم بقیر ما شما. متاسفانه هی دارم پولدارا پولدارتر میشن، نه که دستشون تنگه هی دارن روزه بدتر میشن. الان مرد من تو پول میوه نمیتونم بخرم بشه. آیا آقایونی که بالا نشستن این فکر رو میکنن؟ باش میشه کاری کنم براشون، شرمنده. نه کمک نقدی حالا فقط یه هدیه. هر جایی باشه مشکلی نیست. شوش بخوای بری بشینی هم نداره، ناراحت نمیشی. کرج باشه میری. برو اونجا اساساتو بریز، کارت راه بیفته، برو. آره همین. آقا چقدر پول باید؟ حالا قصه با تو، ما هر جایی بچه‌ای میشینی تا بعد. ماشین میخوای؟ من ماشین میارم ببری جنساتو. پولم نمیگیره. میتونم برای کارم جور کنم، سر کار بری برم مسئولیت اینجا ببر. خالم هفته آلمان و اینکه خونه‌ش الان خالیه. اگه انبار باشه اشکال نداره.